مورد آخرین متغیرهای پولی کشورمون صحبت کنیم. سلام آقای سعدبندی، خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید و امروز اینجا هستید. خب متغیرهای پولی فروردین امیدوار کننده بود، ولی در اردیبهشت ماه دوباره شرایط عوض شده و حتی گفته میشه بیش از 70,000 میلیارد تومان هم برداشتی از بانک مرکزی صورت گرفته، یا من شاید دارم اشتباه مطلب رو منتقل میکنم. میخوام اول قضاوت شما رو راجع به آخرین آمارها متغیرهای پولی کشور بدونم تا در ادامه گمانه زنی کنیم در ادامه مسیر چه خواهد شد. با شما هست. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب تهانی و همچنین سلام عرض میکنم خدمت بینندگان این برنامه. عذرخواهی میکنم از خدمتون به خاطر تاخیر تکنیکی که من داشتم. در مورد آمار پولی که شما سوال فرمودید، واقعیت این هست که از ابتدای دولت جدید متاسفانه ما یا ترن هوایی واجه هستیم. این اصطلاحی هست که در بازارهای مالی به کار میره تحت وقتی که متغیرهای پولی و متغیرهای مالی مرتب تغییر میکنن و متاسفانه این مسئله رو ما الان شاهد هستیم که مثلا در ماه مرداد سال گذشته تعداد زیادی حجم زیادی اوراق به فروش رفته، ولی مثلا در از ابتدای امسال تا کنون ما دیدیم که این بازار کاملا میوت شده و کاملا متوقف شده. از اون طرف مثلا در ماه فروردین شما درست فرمودید که حتی برخی از متغیرهای پولی ما کاهش داشته، اما در ماه اردیبهشت به شدت جبران کرده. ماه خرداد اصلا فعلا آماری در دست نداریم. جناب ریاست محترم جمهور در سفر استانی اخیری که داشتند خبرهای خیلی عجیبی نسبت به داده‌های ماه اردیبهشت ارائه دادند. یعنی شاید باز هم همین مسئله ترن هوایی مجددا تکرار شده و در ماه خرداد نقدینگی مثلا کاهش پیدا کرده یا رشد نقدینگی به شدت گرفته شده. این هست که در این شرایط متاسفانه ما داریم به سمتی میریم که بی‌ثباتی نه فقط کاهش پیدا نمی‌کنه، بلکه بی‌ثباتی در حال افزایش هست و دولت محترم فعلا در حال سعی و خطا هست تا ببینیم چه زمانی به فرمول مناسب میرسن تا اینکه ثبات رو به اقتصاد بازگردانند. خب آقای سعدبندی، شما هم در خلال صحبتاتون داشتید فرمودید که اردیبهشت آمارها نشون از کاهش رشد نقدینگی داره. در فروردین در اردیبهشت مجدد احتمالاً به خاطر آزادسازی ارز 4200 افزایشی بوده و در خرداد هم در حالا استناد کردید به سخنان ریاست جمهوری احتمالاً رشد نقدینگی دوباره منفی شده. خب این که بی‌ثباتی رو نشون نمیده، نشون میده دولت میخواد کنترل ترازنامه بانک‌ها رو داشته باشه، رشد نقدینگی رو کنترل بکنه و یه اردیبهشت که ارز 4200 رو داشتیم این وسط یه نویزی بوده. من برداشتم اشتباهه؟ نه، برداشت شما ممکنه درست باشه. ما احتیاج به داده‌های جدیدتر داریم و اینکه باید ببینیم در چند ماه آینده دولت چگونه عمل میکنه. فعلا همین بازار ما رو که ملاحظه فرمه بازار سرمایه رو بالاخره بهترین میزان حراره اقتصاد هر کشوری بازار سرمایه‌اش است. من برداشتم این است که بازار سرمایه هم متوجه هست که جهتگیری سیاست‌گذاری پولی مشخص نیست. اگر این که شما میگید باشه که خیلی ارزشمند هست به باور بنده، یعنی اگر دولت مصمم شده باشه که جلوی رشد نقدینگی رو بگیره، جلوی تورم رو بگیره، به نظر من بسیار ارزشمند هست. خب حتی من بارها در این برنامه حضور پیدا کردم، خدمت شما عرض کردم که برداشتی که برخی از برداشتی که برخی از فعالان بازار دارن که تورم در نهایت به نفع بازار هست، برداشت بنده چنین نیست. یعنی در شرایط بی‌ثباتی و در شرایطی که حتی در نرخ تورم ما بی‌ثباتی داریم، بازار سرمایه از نرخ تورم جا خواهد ماند و افراد به صورت ریل و واقعی زیان خواهند دید. دقیق می‌فرمایید. من امیدوارم که بریم به سمت اینکه در واقع به سمت سیاست‌های باثبات بریم. به دلایلی برداشتم این هست که چنین اتفاق نیفتاده. یک مسئله این هست که کشورهایی که سیاست گذاری پولی دارند، یک سیاست گذار پولی هم دارند. یعنی یک مجمعی، یک جلسه‌ای باید تشکیل بشه، یک هیئتی باید وجود داشته باشه که به طور مشخص نرخ بهره رو تعیین کنه. وقتی که نرخ بهره در اقتصاد تعیین نمیشه، نرخ بهره هدف در اقتصاد وجود نداره، شما نمیتونید ادعا کنید که سیاست گذاری پولی وجود داره. اینکه ترازنامه بانک ها رو ما در واقع سعی میکنیم کنترل کنیم، باز هم سیاستی است که در کنار سایر سیاست ها میتونه ما از
ولی بیش از کنترل ترازنامه بانک‌ها باید نظارت بر نظام بانک‌های تجاری صورت بگیره که ما این رو هم نمی‌بینیم. بسیاری از بانک‌ها بانک‌های تجاری دولتی هستند که با دولت در نهایت در واقع قیم اینها هست و وقتی که با کسری بودجه مواجه بشه قطعاً به بانک‌ها فشار میاره برای اضافه برای برداشت از نظام بانکی و نظام بانکی هم در نهایت اضافه برداشت خواهد. اگر قرار باشه تورم ترول بشه باید انضباط بودجه‌ای هم حاکم بشه که فعلا کوچکترین نشانه‌ای در این زمینه ملاحظه نمی‌کنه. خب آقای سعدمندی اشاره کردید به بانک‌های تجاری. اخیراً گزارشات مالی چند بانک تجاری حالا از بخش خصوصیمون اومده بیرون تا 20 برابر شاید حتی بیشتر خیلی بیشتر از سرمایه‌شون زیان انباشته دارن، ولی خب از اون ور دارم میگم ما یه سری ملک و املاک داریم که اونها هم خیلی احتمالاً خیلی می‌ارزن. من می‌خوام در مورد اثرات بودن این بانک‌ها در اقتصادمون صحبت بکنم که چقدر این اتفاق برای اقتصاد ما می‌تونه عواقب بد داشته باشه. بله ببینید، ما یک سری بانک‌های در کشور مشهور شدن به بانک‌های خصوصی در حالی که اینها مطلقاً خصوصی نیستن، اینها دولتی هم نیستن، اینها به صورت یک جرقی عمل می‌کنن، ثروت رو از کل جامعه پمپاژ می‌کنن، در اختیار مالک بانک قرار میدن و در اختیار افراد مرتبط با بانک قرار میدن. این پدیده رو به ندرت ما در دنیا داشتیم، یک چنین موجود عجیب الخلقه‌ای واقعا در دنیا من ندیدم. بانک خصوصی، بانک تجاری اصولا باید خصوصی باشه. دلیل اینکه باید خصوصی باشه این هست که باید نسبت کفایت سرمایه رعایت بشه. رعایت نسبت کفایت سرمایه یعنی اینکه سرمایه مالکان و مدیران بانک به عنوان وثیقه در اختیار بانک قرار میگیره. بنابراین اگر بانک در مدیریت خودش تخطی کرد، اگر بانک به درستی اعمال مدیریت نکرد، اول از همه مالکان بانک و مدیران بانک هستند که این هزینه رو پرداخت میکنن. اگر شما بانکی داشته باشید که نسبت کفایت سرمایه رو رعایت نکند، خب این سپرده گذار هست که داره سوبسید میده، داره بهای در واقع بهای ریسک تیکینگ بانک رو انجام میده و در نهایت این مالک بانک است که اگر بانک سود کنه منتفع میشه، اگر بانک ضرر کنه عامه جامعه و سپرده‌گذاران هستن که متضرر خواهند شد. چنین نظامی هیچ جای دنیا نمیتونه به ثبات اقتصادی بیانجامه و من سالهای سال است که به امید نشستم که شاید یک روزی نظارت جدی بر نظام بانکی صورت بگیره، ولی حتی ما ابزار قانونی برای اعمال نظارت بانکی رو متاسفانه در اقتصاد ایران نداریم. حالا قرار هست که لایحه بانکداری به مجلس بره. اگر این لایحه تصویب بشه ممکن هست که ابزارهای قانونی لازم در اختیار بانک مرکزی قرار بگیره. خب چقدر احتمال این رو میدید که در ایران بانکی ورشکست بشه و اعلام ورشکستگی بکنه؟ ببینید از تئوریک احتمالش هست، امکانش هست، ولی اگر چنین اتفاقی بیفته ما در نظام بانکی، ببینید نظام بانکی ریسک بسیار بالایی رو برای اقتصاد به همراه داره. ما این ریسک رو تحت عنوان سیستمیک ریسک میشناسیم، یعنی اگر یکی از بانک ها سقوط کنه احتمال اینکه سایر بانک ها هم سقوط کنن خیلی زیاده. بنابراین با توجه به این قضیه و با توجه به اینکه مسئولان امر مطلع هستن از این قضیه، من احتمال اینکه بانک ها برن به سمت ورشکستگی رو تقریبا صفر میدانم. آنچه که باید صورت بگیره اعمال فشار بر بانک ها در جهت ورشکستگی نیست، من این رو بارها روش تاکید کردم. آنچه باید صورت بگیره این هست که مدیران بانکی متخلف، مدیران بانکی بانک هایی که از نظر عمل کردی مناسب نبودن، باید بلک لیست بشوند، باید از صحنه مدیریت بانکداری خارج بشوند. متاسفانه این قضیه در طی 30-40 سال گذشته متاسفانه اصلا صورت نگرفته. یعنی مدیری که در یک بانک عملکرد بسیار ضعیف داشته با سلام و صلوات و احترام به بانک دیگری منتقل میشه و در بانک جدید مسئولیت به عهده میگیره. این وضعیت تا وقتی که این وضعیت ادامه پیدا کنه نمیتونیم امید داشته باشیم که نقدینگی مدیریت بشه و تورم کنترل بشه. خب میخواییم بریم سراغ بازار بین بانکی. در اونجا الان نرخ بهره بین بانکی در محدوده 21% قرار گرفته، 20.95%. خب در بازار سرمایه الان از هر چیزی میترسه، از یه پشه تو آسمون میترسه، ربطش میده به بازار سرمایه، میگن مارگزید از ریسمان سیاه و سفید میترسه و هر زمانی که این نرخ 1/1 داره بالا میره بازار سرمایه هم این وسط بهانه‌ای برای واکنش منفی پیدا میکنه یا لااقل در خبرها
این گونه ما میشنویم. میخوام ببینم این نرخ بهره بین بانکی حدودا 21% فکر میکنید در ادامه مسیر به چند درصد برسه و چقدر میتونه تأثیر منفی بر روی بورس بذاره؟ ببینید، مشکلات بورس ما مسائل دیگری است. سیاستی که به طور عمومی وحشت و دهشت در بازار ایجاد بکنه میتونه برای بازار بسیار مخرب باشه. وظیفه فعالان بازار هست که جو مثبت رو در بازار ایجاد کنند. شما اگر مثلا بازار نزدک رو احتمالاً تا حالا شده که صحنه پایانیش رو در برنامه‌تون نشون بدید، وقتی که بازار نزدک تموم میشه همه دور هم جمع میشن به یه حالت جشنی، همه کف میزنن مثلا بازار امروز تموم شد، یا وقتی بازار آغاز میشه با یک مراسمی آغاز میشه. سعی بر این هست که جو مثبت در بازار انتقال پیدا کنه. اگر که فعالان بازار نسبت به بازار دیدگاه منفی داشته باشن، این دیدگاه منتشر خواهد شد. شما خاطرتون هست سالهای گذشته چه جو بزرگی، چه جو منفی بر علیه اوراق شکل گرفت که من اون زمان خدمت شما عرض کردم که مشکل بازار اوراق نیست. الان که مطلقاً اوراق نداری، وقتی که بهره بین بانکی چند بیسیس پوینت افزایش پیدا کرد تا به 1% هم نرسید این افزایش، در حالی که شرایط تورمی تشدید شده در طی 2 سال گذشته، در این شرایط این افزایش چند دهم درصدی مطلقاً تأثیر منفی نمیتونه در بازار داشته باشه. بازار مشکلات خیلی جدی داره. یکی از کوچکتریناش این هست که فعالان بازار نسبت به بازار این دیدگاهشون منفی شده. طبیعی است که مردمی که در واقع فعالان رو دنبال میکنن اونها هم دیدگاه منفی پیدا کنند. ولی به نظر من مهمترین مشکلاتی که در بازار سرمایه الان شاهد هستیم در سطح مدیریت اقتصادی هست، به خصوص قیمت گذاری و تثبیت قیمتی و سیاست‌های تعزیراتی، و اینکه دولت مردان به تعهدات خودشون پایبند نیستن به نظر من مهمترین دلیل این هست که بازار رشد نمی‌کنه. چون در شرایط تورمی باید بازار رشد بکنه. اگر الان می‌بینید بازار رشد نمی‌کنه، یعنی عدم اطمینان یا نبود اطمینان بسیار شدیده. خب میخوام راجع به این فرمولی که برخی از بانک‌های مرکزی برای افزایش، یعنی برای جلوگیری از افزایش نرخ تورمشون به کار گرفتن، یعنی نرخ بهره رو افزایش بدن که نرخ تورم کاهش پیدا کنه. الان در داخل برخی از اقتصاددانان دارن به این موضوع دائم اشاره میکنن که در داخل سیاستگزار هم باید همین روش رو در پیش بگیره، اما برخی دیگه کارشناسا میگن اگر در اون کشورها این کار رو دارن میکنن، بانک ناتراز، بانک ناجور، بانک با تراز منفی، بانک عجیب و غریب وجود نداره و نظارت ها هم اونجا نظارت های کافی هستش. من میخوام نظر شما رو بدونم، آیا سیاست افزایش نرخ بهره میتونه در ایران به کاهش تورم منجر بشه یا خیر؟ به باور بنده سیاست افزایش نرخ بهره باید انجام بشه. اشاره میدم خدمت شما، من یک دوره رو وقتی برگشتم ایران ارائه دادم تحت عنوان سیاست گذاری مدرن پولی، که مقاله سال 2014 بانک مرکزی انگلیس رو به صورت کلمه به کلمه و جمله به جمله این رو بررسی کردم در این دوره‌ای که ارائه دادم. چرا؟ برای اینکه این مقاله بسیار مقاله مهمی بود. در این مقاله بررسی میکنه که چرا بانک‌های تجاری اگر در یک نظام آزاد قرار دارن و اگر خلق پول بدون هزینه صورت میگیره، چرا نظام بانک‌های تجاری به طور کلی به سمت ابر تورم پیش نمیره؟ چرا کنترل میشه؟ کنترل‌های نظام بانک‌های تجاری چه هست؟ 4 کنترلی رو مطرح میکنه که یکیش نظارت بانکی است که شما به درستی اشاره فرمودید. یعنی نمیشه که ما یکیش رو اجرا کنیم اون یکی رو اجرا نکنیم، همه باید با هم دیگه اجرا بشه. اما به همونجا اشاره میکنه که مهمترین ابزاری که برای کنترل خرق پول در جامعه هست در واقع سیاستگذاری پولی و هدفگذاری نرخ بهره است. یعنی این از همه مهمتره، اولویت اولو داره. فکر کنم ارتباطمون با آقای سعدوندی قطع شد، با دکتر سعدوندی قطع شد و اینترنت خب یه خود ضعیف بود و احتمالاً خب ارتباطمون دوباره وصل میشه و با ایشون خواهیم بود. ساعتم 9:02 صبح روز شنبه 25 تیر 1401 رو با هم هستیم. اگر دوستان تا آقای سعدوندی میاد یه نقشه بازار به ما بدن، بازار قیافه جالبی به خودش گرفته و بازار رو داریم با هم میبینیم. صنعت دارو امروز مثبت شده، صنعت دارو صف خرید شده، داروهای
انسانی که افزایش نرخ گرفتن، این صنعت رو خدمتتون عرض کنم مورد توجه قرار دادن. اکثر سهام این صنعت مورد توجه هستن، صنعت پالایش ولی بیشترین ارزش معاملات رو داره، صنعت خودرو همچنان اله کلنگ، یه روز مثبت یه روز منفی داره سپری میکنه، بیمه یا ملت داره بهتر معامله میکنه، شیمیایی یا شوینده ها رو دارم میبینم، شپاکسا و قرن بهتر دارن کار میکنن، شبتیس و اورسازام داریم با هم میبینیم، داروی ارزش معاملاتشون بالا رفتش و خب جالب بود برامون. اینم البته کاملا قابل پیش بینی بودیم مسئله، خدمتتون عرض کنم که بیمه سیمانیا اومدن سکورد هفته قبل بازدهی خوبی داشت، سیمان اصفهان هم به همین ترتیب، سیمانیا الان متعادل داره معاملاتشون پیگیری میشه، نزدیک صفر، تابلو فلزات اساسی بالا سمت راست رو اگر مشاهده بکنید کم حجم فولاد حدودا یک منفیه و بانکیام داره متعادل کارشون پیگیری میشه. آقای علی سعدوندی مجدد با ما هستن و از ایشون در مورد نرخ بهره پرسیدیم و ایشون دارن میگن که نرخ بهره در همه جای دنیا وقتی افزایش پیدا کرده تونسته اثر کاهنده خودش رو بر تورم بذاره و داشتن برای ما توضیحات رو میدادن. آقای سعدوندی با شما هستیم، بفرمایید. میکنم عذر میخوام که ارتباط قطع شد. عرض میکردم خدمتتون که ببینید این سیاست در واقع هدف گذاری نرخ بهره مهمترین سیاستی است که برای کنترل تورم، برای ایجاد ثبات در اقتصاد ما در اختیار داریم. معمولا این طور هست که وقتی این سیاست آغاز میشه، یعنی سیاست افزایش نرخ بهره آغاز میشه، میتونه بر بازار سرمایه تا چند ماهی تاثیر منفی داشته باشه، ولی به محض این که بازار سرمایه متوجه میشه که بانک مرکزی تغییر کرده و بانک مرکزی بنا هست که به طور مؤثر سیاست گذاری پولی انجام بده و اقتصاد رو به ثبات برسونه، معمولا اینطور هست که یک نوع در واقع خوشبینی خیلی زاید الوصفی در بازارها شکل میگیره. من اشاره میکنم به سیاست های آقای ولکر که در ابتدای دهه 1980 وقتی که در واقع سیاست ضد تورم رو شروع کردن و نرخ بهره رو افزایش دادن، شاید چیزی حدود 9 ماه تا یک سال، یک سال و نیم بازارهای سرمایه وضعیت مناسبی نداشتند. و البته دقت بفرمایید که الان بازار سرمایه ما به قیمت هست و یا حتی من میتونم خدمتتون عرض کنم ارزان هست و احتمالاً اون اثر منفی انقدر نباشه، ولی مطمئن باشید که اگر بانک مرکزی برسه به اینکه سیاست گذاری مدرن پولی رو به درستی انجام بده و از علم و تجربه بشری بهره مند بشه، همون شرایطی پیش میاد که از 1983 تا 1987 در امریکا شکل گرفت. یعنی در اون زمان هم به یک حباب بسیار بزرگ در بازار منجر شد که دوشنبه سیاه اکتبر 1987 پیامد اون بود، یعنی در یک روز بازار 23% سقوط کرد به دلیل رشد زاید الوصفی که بعد از سیاست‌های کنترل تورم شکل گرفت در جامعه. یعنی به باور بنده اگر که بازار سرمایه آگاه باشه، باید بازار سرمایه هم به دنبال سیاست‌های ضد تورمی باشه، به نفع بازار سرمایه است. خب شما هم آقای سعدوندی، آخرین سوالی که از شما میپرسم، شما هم در خلال صحبتاتون به اقتصاد دستوری اشاره کردید و قیمت گذاری دستوری. خب جایی که افزایش نرخ بهره میتونه هزینه مالی بنگاه‌ها رو افزایش بده ولی شرکت‌ها اجازه افزایش نرخ محصولاتشون رو نداشته باشن، به نظرتون این اقتصاد سر پا خواهد ماند؟ نخیر اصلا چنین نیست. یعنی شما اینکه یک سری از ملزومات اقتصاد آزاد رو شما، یا اقتصاد علمی یا اقتصاد دانشی من اسمشو میذارم، یک سری از ملزومات رو شما اجرا کنید، یک سری از ملزومات رو معکوس اجرا کنید، طبیعیه که این مشکلات پیش میاد. کاملا نکته شما درست است. البته ببینید در شرایط تورمی نرخ بهره واقعی که شرکت ها در واقع الان به عنوان هزینه مالی پرداخت میکنن به شدت منفی از نظر اقتصادی، اما مسئله اینجاست که شما کاملا به درستی فرمودید که این سیاست های تثبیت قیمتی فاجعه در اقتصاد به بار میاره. اتفاقا نکته بنده همین هست. به جای اینکه روی مثلا انتشار اوراق تاکید کنیم که به نظر من کاملا بسیاری از افرادی که در بازار بودن اشتباه می‌کردند، انتشار اوراق به نفع بازار سرمایه هست، به جای اینکه روی مثلا افزایش چند دهم درصدی نرخ بهره تاکید کنیم، تاکید اصلی باید بر سیاست‌های تثبیت قیمتی باشه. اینهاست که هم اقتصاد رو به فاجعه می‌کشونه و همین که بازار سرمایه رو متأسفانه سرکوب کرده. من مثال زدم در برنامه گذشته در خدمت شما، دقیقاً همون مثال رو دوباره تکرار می‌کنم. یکی از صنایعی که در سال 1399 یا 1400 حتی در نیمه اول 1400 از نظر حاشیه سود وضعیت بسیار مناسبی داشت، صنعت لاستیک بود.
صنعت لاستیک در عرض 6 ماه به آستانه ورشکستگی رسید. چرا؟ به خاطر سیاست‌های وزارت سمت، به خاطر سیاست‌های تثبیتی. همه باید دست به دست هم بدن برای آینده ایران بجنگن. من حتی مثلا بازار سرمایه نیست، برای آینده ایران ما باید بجنگیم و اجازه ندیم این سیاست‌های مخرب ادامه پیدا کنه. سیاست‌هایی که در بازار خودرو اجازه نمیده خودروساز سود بکنه و همین امروز داره متأسفانه بخت‌آزمایی خودرو مجدداً انجام میشه. و جالب اینجاست که همین دولت منتقد سیاست‌های در واقع کازینوی دولت گذشته بوده، ولی خود همین دولت ادامه داده. و عجیب اینجاست که دولت ادعا میکنه میگه ما میخوایم تورم رو کنترل کنیم. شما اگر میخواید تورم رو کنترل کنید، چگونه با صنعت خودرو رو تحت فشار قرار میدید، سرکوب میکنید و از اون طرف صنعت خودرو مجبور هست که وام های کلان از نظام بانکی دریافت کنه که این وام ها هیچ وقت هم بازگردانده نمیشود. این نوع سیاست ها باید اول از همه اصلاح بشه. خیلی ممنون آقای سعدوندی از اینکه امروز در این برنامه بودید، به سوالات ما پاسخ دادید و خدا نگهدار.